سلام دوشنبه 23 مهر 1403 14 اکتبر 2024 میلادی سلسله زنجیر حوادث در خاور میانه فصلهای جدیدی رو داره به وجود میاره بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل با 181 موشک فتاح و بالستیک مطرح شد که اسرائیل مدعی شد ده درصد موشک ها از کمند دفاعی اسرائیل رد شده و البته جمهوری اسلامی مدعی شد 90 درصد رد شده حال هرچه بوده به نوشته بلومبرگ و سایر خبرگزاری ها مجموعاً 300 خانه در اسرائیل آسیب دیدند. اگرچه گفته شده تلفات انسانی دو زخمی و کشته شدن یک کارگر فلسطینی بوده اما بیش از 45 تا 50 میلیون دلار خسارتی است که دولت اسرائیل به موجب قانونی که داره به صاحبان این بیش از 300 خانه داده به همین دلیل هم به نظر میرسه تعلل اسرائیل در حمله متقابل برای تکمیل کردن و در واقع آببندی کردن سیستم سلایهی دفاع موشکیش بوده یعنی لایه دفاع گمبد آهنین که برای راکت ها و برد کوتاه لایه فلاخان داوود که برای میان برد ها و کروز و غیره و لایه پیکان و پیکان سه که برای موشک های بالستیک و غیره اما مانور کلاهک موشک های بالستیک نشون داده که بخشی میتونه از لایه پیکان عبور کنه به همین دلیل امریکایی ها پذیرفتن که سیستم موشکی تاد رو دفاع موشکی تاد رو ببرند در اسرائیل نصب کنن نکته جالب این است که این سیستم که به دستور آقای بایدن قرار در اختیار اسرائیل قرار بگیره و آقای آستین وزیر دفاع امریکا هم دستور حمله اون رو داده توسط صد نفر از پرسنل ارتش امریکا اداره و عملیاتی خواهد شد به این ترتیب میشه گفت که در جنگ موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل امریکا هم عملا وارده ماجرا شده و حضور نیروهای امریکا به شکل نصب و نگهداری و عملیاتی کردن سیستم دفاعی تاد این موضوع رو نشون میده از سوی دیگه آقای عراقچی که در سفرهای به کشورهای عربی دائما دنبال این بوده که امریکا حمله متقابل نکنه گاهی با تحبیب گاهی با تهدید و ضمنا سفرای جمهوری اسلامی در قطر و عمان دائما از طریق این دو دولت به امریکا در تماس بودند دیپلماسی در واقع مخفی و پشت پرده که امریکا رو قانع کنند به اینکه امریکا جلوی دست اسرائیل رو برای حمله متقابل بگیریم و گفته میشه حتی قول دادند به امریکا که اگر جلوی دست اسرائیل رو بگیره حاضرن تمام تعهدات برجامی رو هم اجرا کنند ولی با این کار امریکا که نه فقط جلوی دست اسرائیل رو نگرفته و گفته بود به ایران هم که نمیکنه این کار رو بلکه سیستم دفاع موشکی اسرائیل رو هم با دادن سیستم تاد تکمیل کرده و در واقع سوراخ و آب به اصطلاح گشادگی های اون رو به این ترتیب میگیرند و آب بندیش میکنن عملا اون دیپلماسی مخفی شکست خورده و آقای عراقچی در سفرش به عمان در مسقط اعلام کرد که دیگه صحبت خصوصی به اصطلاح پشت پرده ای با آمریکا ندارن ضمن ایشون تهدید هم کرد که اگر اسرائیل حمله کنه که جمهوری اسلامی پاسخ میده ولی جنگ به کشورهای منطقه هم کشیده خواهد شد خبر دیگری که در کنار این اخبار در واقع این زنجیره جنگ رو داره تکمیل میکنه و به سمت درگیری پیش میبره نصب کردن سردار فلاحزاده قائم مقام نیروی قدس سپاه در لبنان به عنوان نماینده نیروی قدس و ناظر به حزب الله که خیلی ها معتقدند با توجه به اینکه حزب الله الان هنوز رهبری رو جای حسن نصر الله نتوانسته بگذاره عملا این فلاح زاده است که در موضع رهبری حزب الله قرار گرفته و شلی که دو پهپادی رو که در ارتفاع پایین پرواز میکردن و در واقع به همین دلیل هم یکی از اونها رو سیستم دفاعی اسرائیل نتوانست بگیره رو به انتصاب فلاح زاده ربط میدن که این دو پهپاد چون به سمت بنیامینا یک پایگاه نظامی اسرائیلی شلیک شده بود از دریا پهپادها آمده بودند اون یکی که برخورد کرد به این مرکز باعث کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن 67 سرباز اسرائیلی شده نظامی اسرائیل شده که گفته میشه حال سه تن اونها هم وخیم ضمنا شلیک موشک و راکت امروز از سوی حزب الله برای چندمین بار و بعد از یک آرامش دو سه روزه به سوی تلاویو که پایتخت اسرائیل و هزاران نفر رو روانه پناهگاه ها میکنه و کار عادی زندگی رو مختل میکنه باعث شد که آقای نتانیاهو هم که گفته میشد قول داده به امریکایی ها بیروت رو نزنه سراحتا اعلام کرد که هر کجای بیروت میتونه هدف ما باشه و در واقع تلافی میکنه خود این حمله به تلاویو رو هم گفته میشه که از اثرات رفتن فلاحزاده است به اونجا به زبون دیگه پاره از خبرنگاران و صاحب نظران لبنانی معتقدند که در لبنان الان جوی به وجود اومده که شیعیان به بخش بزرگیشون با حزب الله مخالف شدند. در واقع غیر از اهل تسنن و بخش زیادی از مسیحی ها که دل خوشی از حزب الله نداشتند اما شیعیان میشد گفت اکثریت بسیار بالایی پشت حزب الله بودند اما با این شدت گرفتن جنگ و سایه افریت جنگ بر سر لبنان افتادن باعث شده که بخش بزرگی از شیعیان هم اکنون مسئله دارند و به جناح عمل و آقای نبیه بری اونها نزدیک شدند و خواهان اینند که حزب الله خلع سلاح بشه و به شکل حزب سیاسی در بیاد موضوعی که البته فرانسوی ها هم که دیپلماسی فعالی در لبنان دارند خواستار همین هستند اما به دلیل نفوذ جمهوری اسلامی پولی که در اونجا خلق کرده و آدم که داره و بعد هم در حدی است که میتونه با گذاشتن سردار فلاحزاده زاده عملا کنترل حزب الله رو و فرماندهیش رو در دست داشته باشه گفته میشه که این موضوع با دشواری مواجهه و این حملات جدید به اسرائیل و گسترش جنگ حاصل نفوذ جمهوری اسلامی است بر صورت این ماجراها این سوال رو پیش میاره که آیا تعلل اسرائیل برای این بود که این نقیصه سیستم دفاعیش رو امریکایی ها رفت کنند و بعد از اون حمله خواهند کرد یا نه واشنگتن پست امروز از قول منابع مطمئن خودش گزارش کرده که بله تا قبل از انتخابات آمریکا اسرائیل قرار است حمله متقابل به ایران بکنه و به بایدن هم البته نتانیاهو قول داده که تا قبل از انتخابات آمریکا به مراکز فقط نظامی حمله خواهد کرد و مراکز انرژی رو هدف قرار نمیده از سوی دیگه به دنبال تهدید عراقچی که در خاور میانه هم کشورها و محور مقاومت درگیر جنگ میشه اگر به ایران حمله بشه بخشی از هشت و شعبی عراق و نه همه اونها تهدید کردند که اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه اونها هم به آمریکا و اسرائیل حمله میکنند و جلوی صدور نفت عراق رو میگیرند جلوی صدور نفت عراق رو گرفتن البته بر بازار نفت تاثیر بزرگی میگذاره قبل از انتخابات آمریکا و موضوعی است که در داخل عراق حتی داخل شیعیان و حتی داخل خود هشت و شعبی مخالفین جدی داره و اختلاف سنگینی در درون هشت و شعبی هم به وجود اومده ولی به هر صورت اگر بخش اسلحه به دستی در داخل عراق به این سمت حرکت کنند اوضاع عراق هم به شدت متشنج خواهد شد اتحادیه اروپا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرانیر و هواپیمایی ماهان و ساها رو تحریم کرد به دلیل مشارکتی که اونها در جنگ روسیه علیه اوکراین داشتند. آقای ناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی کابینه آقای پزشکیان عنوان کرد که کسری بودجه امسال به 850 هزار میلیارد تومان خواهد رسید عددی که قبلا نزدیک به نصف اون پیش بینی میشد کسری بودجه باشه و این کسری بودجه هنگفت طبیعتا یک موج تورمی جدیدی خواهد آورد اگرچه همین الان هم سکه از پنجاه میلیون تومان عبور کرده و دلار هم در کانال 63 هزار تومانی در نوسانه که گاهی سرش به 64 هزار تومان هم میرسه به امید پیروزی ایران و ایرانی